سوال دارم، چرا بدمن سریال پوست شیر یعنی کاراکتر منصور دوست داشتنیه؟ هنوزم پتروسم و اینم انگشتم. سلام، خیلی مخلصیم رفقا. تو این ویدیو میخوایم بریم سراغ قسمت 23 سریال پوست شیر و با هم دیگه تئوری بررسی میکنیم، رفع ابهام داریم، نقد میکنیم و مثل همیشه انقدر پیش بینی. الان چشم بسته ویدیو رو لایک کن که انرژی میده شدید، و اگه جزء پتروسیان نیستی همین الان دکمه سابو بزن، و جدیدن که به شدت سابو داره میریزه دلیلش اینه که یه کامنت انگلیسی نمیذاری، مثلا پوست شیر، استیکر شیر، اینو کامنت کن. بریم و بیان ویدیو رو شروع کنیم. همین اول ویدیو باید بگم که آقا عجب بازیایی داریم میبینیم، عجب تقابلیه بین منصور و محب توی بازجویی ها. مگه میشه تو صحنه بازجویی با یه دیوونه ما بخندیم؟ بله میشه، اگه پای ثابتش منصور دیوونه رو داشته باشیم و اون خنده های هیستریکش. مگه میشه کیف کنیم از این میمیکه های جذاب؟ بله، اگه پای ثابتش یه شهاب حسینی خوب داشته باشیم. خلاصه که خیلی درستن و خیلی کیف میکنیم از دیدنشون. اما رفقا بیام قبول کنیم که توی این قسمت هیجان کم بود و همینطور ریتمم کند بود. عمده دلیلش هم وجود دیالوگای زیاد توی این قسمت به جای تصویر بود. بله میدونم احتمالا خیلیاتون الان به من نقد دارید. من میدونم که تو آثاری که در واقع در ژانر جنایی، معمایی و همینطور پلیسی ساخته میشه باید صحنه های بازجویی داشته باشیم. اما قبول کنید که اگر توی این قسمت مثلا بیشتر از صحنه هایی که درگیری بین محب و منصور رو دیدیم، یا همینطور مثلا اون خیس کردن منصور توسط خودش یا محب، از این جور صحنه ها و موقعیت ها بیشتر میدیدیم، بازجویی ها به دلمون بیشتر نمیشست. خب رفقا احتمالا شما هم مثل من بعد از دیدن این قسمت با خودتون فکر کردین که خب الان قراره چطوری منصور گیر بیفته. به نظرتون شماره حسابی که برای خرید پول زده و تونسته باهاش 207 بخره، یا حتی اگر کسی این کارو کرده یعنی براش خریده و بهش داده، سرنخ خوبی نیست؟ که من فکر میکنم قطعا کسی این کارو نکرده، یعنی احتمالاً از یه شماره ناشناسی این پول واریز شده. اما گرفتن این سرنخ که اون شماره حساب مال کیه و حالا تهش رو در بیارن، شاید سرنخ باحالی باشه. اینجای ویدیو بیام یه کاری بکنیم، بیام فکر کنیم که به نظرمون کی بیرون از زندان داره برای منصور کار میکنه. قطعا گزینه اولمون فرشاده. خب اون که هیچ، اصلا بذاریمش کنار، دلیلش رو جلوتر بهتون میگم. گزینه دوممون شک همیشگی هممون بهزاده، خب که احساس میکنم اگه سریال تموم هم بشه بهزاد برای ما سفید نمیشه، یعنی همیشه یه فکتی وجود داره، یه دلیلی وجود داره که بگیم این آدمه سیاه میتونه باشه، یعنی حداقل الان که خاکستری تمامه. اما گزینه بعدی بهروز یا علی استادی میتونه باشه، که دلیل این آدمم جلوتر بهتون میگم. نکته‌ای که وجود داره اینه که الان بیشتر از همیشه به این موضوع شک دارم که دیالوگ مهم شیرین، یعنی فکر نکن بخشنده و غیره، به نعیم و منصور گفته نشده یا گفته نمیشه. بلکه وقتی شیرین متوجه میشه که با رضایتایی که اتفاق افتاده منصور 2-3 سال دیگه از زندان میاد بیرون و احتمال داره که در واقع اتفاقی برای زندگی اون بیفته، این دیالوگو میره به سمیه یا ننه وجیه میگه. نظرتون چیه؟ تو این قسمت تو سکانس‌های روبروی منصور و محب دو تا دیالوگ مهم داریم که بازم این فرضیه برامون درست میشه که منصور همون درختیه. دیالوگا چی ان؟ دیالوگ اولی منصور میگه تو و قاتل، خب با هم دیگه یه شباهتایی دارید، اما تفاوت اصلیتون اینه که تو نمیخوای حقیقت رو باور کنی اما اون کرده. خب بعد جلوتر میگه که تو و نعیم با همدیگه شباهتایی دارید. جدای بحث اینکه دختراتون مرده، من احساس میکنم که منظور منصور در واقع اینه که شماها اشتباهی یک نفری رو مقصر میدونید، یعنی نعیم نریمان رو کش به اشتباه، محب یک نفری رو اعدام کرد به اشتباه، در واقع به حکم درختی، اما اون درختی نبوده بلکه منصور درختیه. من احساس میکنم حالا باید یک قسمت دیگه و یک هفته دیگه فقط منتظر بمونیم برای جواب دادن به تمام سوالامون. اما به نظرتون قشنگ نمیشه اگه یه اسپیناف
از درختی ساخته بشه. ببین درسته، نه رضا داریم، نه نعیم داریم، نه ساحل داریم، نه صدرا داریم، نه لیلا داریم، همه قلدر، اما یه شعاب حسینی بی نظیر داریم و یه منصور باهوش که به نظرم تقابل اونجا خیلی چیز دیدنیه. نکته‌ای که وجود داره اینه که یک، محمودیا به خاطر این انگشت فرشاد و سجاد بالاخره بهمون نشون دادن و من به شدت خوشحالم از این قضیه. این هیچ، کوتاه هم گفتم راجبش. دو، محمودی ما رو ساده گیر آوردی، الان کفشای فرشاد رو به ما نشون میدی که ما شک کنیم دیگه، انقدر که ساده نیستیم. باشه بعضی موقع گولم خوردیم، ولی به نظرم این یه ذره زیاده روی کردی تو این قضیه. میدونی چرا؟ به خاطر این که اگر فرض رو بر این بگیریم که قاتل باشه، خب قاتل مگه میاد تو جلو در آگاهی بعد بره ترمینال؟ مگه دیوونه است؟ اصلا به هیچ وجه نمیاد. اما چون شماها به شدت شک داشتین به فرشاد و تو کامنت ها خیلی ازم الان پرسیدین که چرا این کارو کرد، چرا نشون داد، میخوام یه کاری کنیم، میخوام بریم با هم دیگه چک کنیم که با توجه به این استایل و با توجه به در واقع کفشا و همینطور سابقه ای که از این آدم داریم و حداقل این مشخصه هایی که میتونیم بچینیم بگیم این الان این آدم چیکار است، این سوال جواب بدیم که فرشاد کجاها میتونه هم دست منصور باشه. توی خونه به هیچ وجه، یعنی جز آدم رباها اگه بخوایم بگیم که من میگم یک نفر بوده، نمیتونه باشه. چون محمودیا در واقع منصور رو موقع خفه کردن ساحل چهرهش رو به ما نشون دادن، اصلا دیگه چی بذارینش کنار. بعد قبلا هم بررسی کردیم که با توجه به لباسی که میپوشه، دستش، فرم صورتش و همه اینا، تمام دفعاتی که آدم رو توی خونه باقی آخری دیدیم منصور بوده. پس باید بریم بیرون از باغ. سه تا اتفاق افتاد که بریم بهشون شک کنیم. اولی، آمپول زن است. به نظرتون یه ساقی همچین استعدادی داره که یک جوری رد بشه این آمپول رو بزنه که مثلا اتفاق نیفته؟ شاید. دو، موقعی که از بغل در واقع حمید هاچبک رد میشه و گوشی رو میندازه، این رو یه ذره نمیپذیرم و با توجه به استایله اون نمیبینمش. خب و از طرفی آخرین کار شلیک به ساحله که دیگه این واقعا از یه ساقی بر نمیاد، طرف ساقی اون منطقه بوده، قاتلی که نبوده که. شاید حالا شاید رفته باشه گوشی گذاشته باشه تو جیب حمید یا حتی تنه زده باشه به نعیم که احساس نمی کنم اینا باشه، ولی قطعا قاتل نیست. این از این. راجع به علی استادی هم جلوتر بهتون میگم. بیایم به یه چیزی فکر کنیم راجع به قسمت بعدی. کاراکتر فرشاد نره ترمینال یا مثلا پشیمون بشه، برگرده بخواد اعتراف کنه. منصور رو میبینه، میگه این نیست. یعنی اون کسی که این دیده منصور نبوده. حالا کی میتونه باشه؟ شاید علی استادی، یعنی کاراکتر بهروز. شاید، یعنی من اینجوری تو ویدیوهای قبلی راجع به قسمت‌های قبلی هم بهتون گفته بودم احتمال این وجود داره که علی استادی اون گروگانگیری باشه یا اون آدم ربایی باشه در واقع که اولین بار دیدیم داشت از رضا و نعیم فیلم میگرفت و ساحل و فراری داد. با توجه به استایلش اول گفتم بهش نمیخوره که بدوه، اما جلوترش بهتون گفتم که چون وقتی از باغ میاد بیرون صدای تون تون نفس کشیدنش رو میشنویم، شاید هم همین آدمه بوده، بالاخره با بته ترسی که داشته از نعیم و رضا فرار کرده دیگه. و بعد از اون منصور بهش گفته که تو دیگه بی خیال، میدونی اوکی تو برو من خودم انجام میدم و اینجوری. به رسم یکی دو هفته گذشته بازم تو این ویدیو مسابقه داریم و این بار میخوایم بریم سراغ کاراکتر بهروز. به من جواب بدین که آیا کاراکتر علی استادی بازیش توی سریال ادامه داره یا تموم شده؟ رفقا لازمه که این نکته رو بهتون بگم که من فراموش نکردم برنده ها رو اعلام کنم، بلکه میخوام برنده هر سه تا ویدیو رو هفته آینده دوشنبه، یعنی دو روز مونده به پخش قسمت آخر، توی لایف توی همین یوتیوب مشخص کنیم و حتما جایزه ها رو تقدیمشون میکنیم. اگه یادتون باشه وقتی عالم و آدم به مرتضی شک کرده بودن که نکنه رابطه ای با منصور داره، بهتون گفتم که گوشی نعیم دستکاری شده. البته پیشبینی من شنود تو گوشی نعیم بود و به آی پی و هک کردن گوشی فکر نکرده بودم. حالا با مسئله که در واقع تو این قسمت مشخص شد، هک آی پی گوشی نعیم، برای ما هم مشخص شد که پس
چطوری در واقع منصور تونسته بفهمه که برای اولین بار رضا و نعیم وارد باغ میشن و بتونه به شمارش دسترسی داشته باشه و توی واتساپ باش ارتباط بگیره، و همینطور چطوری فهمیده که در واقع اون روز نعیم و محب داشتن میومدن سمت باغ دومی و حلقه رو جا میذاره از قصد و میره که بهشون یه مدرک بده. همه اینا برامون در واقع جواب داده شد با این دیالوگه. من خیلی نپسندیدمش اما خب جواب داده شد و قطعا هم این اتفاق همون شب اول، یعنی همون شب تجاوز، وقتی پدر نعیم یعنی بیهوش بوده گوشیشو این کار باش کردن دیگه. حالا نمیدونم چجوری، اگه کسی بلده بهم بگه، من خودم در واقع هیچ اطلاعاتی راجع به این قضیه ندارم. خب رفقا تا اینجای کار اومدین، یه تبلیغ نکنم، حتما پیج اینستاگرامی من به آیدی پتروس خانو تو اینستا دنبال کنین که قرار کلی برنامه خفن سینمایی و اختصاصی اونجا آپلود کنم. رسیدیم به اینجای ویدیو که میخوام یه کوچولو راجع به همین قسمت باهاتون حرف بزنم، خوب و بد با هم دیگه. اگه یادتون باشه تو ویدیوی بررسی قسمت قبل بود که بهتون گفتم محمودیا یه سرنخی با توجه به دیالوگ رسول به ما دادن که با توجه بشیم این جنون منصور یه منشأ قدیمی داره، اونم اذیت و آزار پدرشون بوده، چه نشه بوده چه خمار. حالا به درستی تو همین قسمت محب میاد رو این دیالوگ مانور میده و در واقع میزنه تو خال احساسات منصور و باعث میشه که یه ذره درگیرش کنه در واقع تو این چالشی که با اون داره. همین جای کار اجازه بدین که یه تشکر کنم از نویسنده‌های سریال پوستشی. بچه ها دمتون گرم، به این دلیل که من فکر میکنم تا اینجای کار تو سینمای ایران ما موضوع تجاوز پدر به دختر رو دیدیم. حالا نمیگم اسم فیلم رو چون براتون اسپویل میشه، اما تجاوز پدر به پسر رو من چیزی به خاطرم نمیاد. دمتون گرم. حالا یه سوال کوچیکی هم همینجا بپرسم، به نظرتون این بابای منصور خیلی زیادی شبیه سعید طوسی نبود؟ مسئله بعدی که وجود داره اینه که به شدت نقد زیادی وارد به فلشبک اول این قسمت. بله دیتایی به ما نداد، یعنی خواهر صدرا الان اینجای کار اصلا برای من اهمیتی نداره، اما قبول دارید که لامصب حسش خیلی خوبه. یعنی این رابطه رو وقتی درست نشون میده، به خصوص تو سکانس‌های مرتبط به ساحل و صدرا، به شدت درسته همه چیزش، طبیعیه، واقعیه، رئال ترین شکل ممکنه و تو کیف میکنی باهاش دیگه. من حالم خوب میشه وقتی اینا رو میبینم. همش وعده، همش وعید. این دیالوگ منصور براتون آشنا نبود؟ همش وعده، همش وعید. یکم گیر بدیم به سریال. خب حالا که مشخص شد این آقای آقا منصور در واقع به خاطر برادرش و جنون بچگیش این کار رو کرده، میشه به من بگین از اون طرف هم اینم مشخص شد که اون حلقه حلقه‌ای بوده که در واقع برای عباس بوده، چرا این حلقه تو دست منصور بوده؟ تو رو سننه، تو که اصلا برات مهم نیست عباس. الان اون حلقه رو من نمیفهمم. این ساد عباس صوفیانی طبق گفته خود سریال چه ربطی به منصور داره؟ دو تا پیشبینی دارم، یه دونه جدید یه دونه قدیم. احساس میکنم تو قسمت بعدی تکلیف آقای فاطمی مشخص میشه و وای به حالت محمودی اگر آقای فاطمی یا ربطی به این پرونده نداشته باشه یا حداقل ما نشناسیمش. یعنی اصلا وای، هنوزم من میگم که توی زندان نعیم و منصور روبروی هم دیگه بازی دارن. میدونی چرا این حرفو میزنم؟ چون احساس میکنم که تقابل این دو تا کاراکتر مهم صرف سکانس قبرستون تموم نشده. یعنی محمودی قطعا وقتی منصور رو اینقدر جذاب تو تقابلش با محب به ما نشون میده، تو تقابلش با نعیم بی‌نظیره، به اضافه یه فلشبک که بازم تکمیل تر کنه قضیه رو، احساسمه. اما یه چیزی، یه پایانی هم تو ذهنم در واقع الان همین الان اومد، بد نیست اگر این رو هم ببینیم، چون واقعیت در واقع این روزای آگاهی هم میتونه باشه. یعنی هیچ مدرکی بر علیه این کاراکتر پیدا نکنن، چون روزانه کلی پرونده ما تو آگاهی داریم که در نهایت هم هیچ مدرکی بر علیه طرف پیدا نمیکنن. و با توجه به این باز هم منصور بره اون حبس عمومیشو بکشه و همونی که بهتون گفتم، یعنی سکانس روبرو با نعیم و بعدم مرگشون، مرگ یکیشون که من احساس میکنم مرگ منصور باشه. مثل ویدیو قبلی یه ریزبینی رو کنم از یکی از پتروسیان.
خب شما به این بالشت رضا توی قهوه خونه دقت کنید. حالا بریم سراغ بالشت ساحل تو خونه باغ اولی که در واقع از اونجا فرار کرد. رفقا این فکت نیست. بله میدونم، فقط خواستم بگم پتروسیان خیلی خفنن، همین. و مرسی که تا اینجای ویدیو رو دیدین. اگر ویدیو رو دوست داشتین حتما کانال رو ساب کنید، لایک و کامنتم که خودتون میدونید چقدر انرژی میده. و مثل همیشه با هم دیگه بگیم، حتی اگه سرمون بره خورده به تنمون، پیروزی گره تمام.